سلام به خانم ژیلا، آقای دیوید، ممنون از همراهیتون. ممنون. سلام گرم به HHHKKK. سلام به خانم الا مدیریان، سلام کرکیز، نوید وحدتی، مجید بخشی، محمد حسینیان از تورنتو، مجید بخشی دوباره، تورج منصوری، حامد تهماسبی، گیسو، درود بر شما. ممنونم تورج جان، خیلی ممنون. یو پرید خیلی دو زیر رفت از پاتروناس پریسا آنتس کالت کرکیز، مجید 1163، خشایار ستاری. دوستان با صدا خوبی یا نه؟ فراموش میشوی. سلام و عرض ادب. ممنون شناز حت حاتمی بخش، یحیی عقلی، توبا نیکنیا، ندا یوکی، سلام نیکو 1969، رادمن خانی، نیلوفر ارشد، فرامرز. خب من با اجازهتون دیگه برم شروع کنیم دیگه، مقداری فکر کنم با اجازه خودتون دیگه عرض ادب و اینا رو بزنیم برای بعدا، بیشترش رو بعد حالا وسط صحبت ها هم دیگه رو با هم صحبت میکنم. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، یکی خانم فاطمه سپهری گفتن به خاطر وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده. من دیروز عرض کردم خدمتتون، ایشون رو تا به مدت 4 ماه تا پایان دهه زجر انقلاب اسلامی در تا اواخر بهمن ماه ایشون رو ممنون ملاقات کردم. یک نکته ای که واقعا باعث شرمندگی و این از اون چیزاییه که همیشه صحبت می‌کنیم که هر روزی که جمهوری اسلامی باشه یک رسوایی، یک آبروریزی، یک سرشکستگی، یک عصبیت برای مردم ایجاد میشه. اینو من از سایت های داخلی خوندم، اینو ضد انقلاب ها نگفتن، نمیدونم دشمنان انقلاب اسلامی نگفتن. سایت های داخلی نوشتن وحید جدی که به عنوان نماینده وزن 73 کیلو جودوی نابینایان برای مسابقات پاراسیایی هانگجو رفته، ناظران و داوران تشخیص دادن که ایشون نابینا نیست و اخراجش کردن. و اونطور که من نگاه کردم قبلا ایشون در مسابقات عادی شرکت کرده و نامش مطرح بوده. چقدر احمقان مقامات جمهوری اسلامی. و به هر حال هم یک آبروریزی دیگه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی. بعد اینا توقع دارن که دنیا به اینا اعتماد کنه. وقتی اینا میگن ما بمب نمیخوایم بسازیم، دنیا بهشون اعتماد کنه. یعنی کسی که ورزشکارش اینه، امداد رسان هلال احمرش خودش میاد اعتراف کنه که ما برای کار نظامی رفته بودیم، بعد توقع دارن وقتی میگن که ما بر اساس مبانی فقهی ساخت بمب اتم رو حرام میدونیم، دنیا حرفشون رو قبول کنه. اینم برای کسایی که میگن که چرا دنیا استانداردهای دوگانه داره، مثلا با اسرائیل اینطوری برخورد میکنه، با جمهوری اسلامی اینطوری برخورد میکنه. خدا وکیلی این ننگ رو ما کجا ببریم که یک آدم بینا رو هم ننگ بر این الدنگ که حاضر میشه این رسوایی رو به تن بخره و حق یک نابینا رو ضایع کنه. ببینید وقتی که حالا هم حق یک نابینای داخلی رو ضایع میکنه و همین ستم در حق طرف مسابقه شه. اینا که ادعا میکردن پوریای ولی، نمیدونم ورزش جوانمردانه، مرتب از تختی میگفتن که به عنوان جوانمردیشون میگفتن، حالا ببین کارشون به کجا رسیده. میگم بعد توقع دارن که دنیا به حرف اینا اعتماد کنه. وقتی اینا میگن ما بمب نمیسازیم، دنیا قبول کنه. وقتی اینا میگن که ما موشک به حماس ندادیم، دنیا قبول میکنه. خب عرض به حضور شما که بحث اصلی مربوط به همین بحران فلسطین هست، در واقع بحران غزه، که دعوای بین حماس هست و اسرائیل. من اصرار دارم که موضوع رو توسعه ندیم به دعوای فلسطین و اسرائیل، اگرچه کم کم داره و
به خاطر بعضی از اقدامات اسرائیل داره کم کم پای گروه های دیگه فلسطینی رو هم باز میکنه. خب از روز اول، جز روز همون ساعت اول که مقامات جمهوری اسلامی و طرفداران احمقشون خیلی هول برشون داشت و جشن گرفتن و شیرینی پخش کردن، مجری صدا و سیما گفت من با جعبه شیرینی اومدم اینجا. از چند ساعت که گذشت یواش یواش تکذیب ها شروع شد و رسما خود خامنه ای اومد گفتش که ما در اونجا دخالتی نداریم، در حالی که حماس اصرار داشت که به هر نحو ممکن پای جمهوری اسلامی رو باز کنه. در این ور دنیا آمریکا به عنوان جدیترین حامی اسرائیل بارها و بارها و بارها اعلام کرد که ما هیچ نشانه ای از نقش جمهوری اسلامی در این عملیات حماس علیه اسرائیل ندیدیم، که من توضیح دادم قبلا دیگه، حالا تکرار نمیکنم، دو دلیلی که چرا آمریکایی‌ها اصرار داشتن که بگن که جمهوری اسلامی نقش نداشته. خب طبیعی بود که اگر پای حزب الله لبنان باز بشه وضعیت فرق میکنه، یعنی دیگه حزب الله لبنان رو نه جمهوری اسلامی میتونه انکار کنه، نه آمریکایی‌ها میتونن خودشون به کوری و کری و خری بزنن میگن که ما نه کار جمهوری اسلامی نیست. یک تبادل آتش‌های محدودی بین حزب الله لبنان و اسرائیل صورت گرفت، حتی ابتدا قبل از اینکه حزب الله وارد چه، من قبلا گفتم روز دوم حملات حماس از حزب الله درخواست کمک کرد و حسن نصرالله اومد گفتش که به دلیل اینکه الان ما خلأ سیاسی در لبنان هست، ما شرمنده‌ایم و دعا می‌کنیم برای برادران در حماس. حماس برای اینکه پای حزب الله رو باز کنه اومد از مرز لبنان شروع کرد راکت پراکنی و موشک پراکنی که به نحوی اسرائیل مجبور کنه یا بهانه به اسرائیل بده، حالا هر کدومش، من نمیخوام میگم اسرائیل خیلی حالا منزه و پاکن، بهانه کافی برای اسرائیل ایجاد کنه که به خاطری که از مرز لبنان یا از داخل خاک لبنان موشک یا راکت به طرف خاک اسرائیل پرتاب شده، اینو هم جواب بدن و کم کم راهی برای حزب الله باقی نمونه جز اینکه وارد جنگ بشه. علارغم همه حرفا حزب الله مشخص کامل با دستور جمهوری اسلامی به صورت خیلی محدود و کنترل شده وارد این درگیری میشه، اینو برای من خیلی تا این لحظه واضح بوده. ولی خب دیگه بعضی از نشانه هایی که مشخص شد کار رو برای آمریکایی‌ها سخت کرد که بخوان بیان کلا تکذیب کنن. دوستان بذارید من یکی فرمز که باید حذف کنم، من اینکه دارن خودشون و خانوادهشون اینجا معرفی میکنن. ما اینجا سایت مشتری یابی برای فواحش نیستیم، من باید اینو حذفشون کنم. خب عرض میکنم وضعیت طوری شد که دیگه به راحتی برای آمریکایی امکان پذیر نبود که بیان و تکذیب کنن. عرض میکنم از روز اول مرتب اومدن گفتن که ما هیچ نشانه از دخالت جمهوری اسلامی نداریم، اگرچه حتی خودشون میگفتن که ما مطمئنیم که در گذشته جمهوری اسلامی حماس و جهاد اسلامی رو تقویت میکرده و کمک میکرده. اما به صراحت همون چیزی که من میگم به نظر میسه آمریکایی هم روش خیلی اصرار دارن که حمله 7 اکتبر رو از کل عملیات سابق فلسطینی ها جدا کنن و حماس رو از سایر گروه ها جدا کنن، که کار به نظر من هوشمندانه ام هست و برخلاف احمق هایی که در جمهوری اسلامی حاکم هستن، اینجا به نظر میرسه که یه سری افرادی با هوشمندی، من نمیگم با انصاف الزامن، با هوشمندی دارن رفتار میکنن که بتونن مسئله رو با حماس حل کنن، نه اینکه همه فلسطین و همه فلسطینی ها و همه حامیان فلسطین رو وارد این جنگ کنن، حالا چه جنگ رسانه‌ای، چه جنگ روانی، چه جنگ عاطفی و چه جنگ نظامی یا اقتصادی. اما کم کم که حزب الله به هر حال همون در حد محدود هم حتی وارد این عرصه شد، آمریکایی دیگه نمیتونه سمت سابق بیان کلا بگن ایران هیچ نقشی نداره. کم کم هشدارها شروع شد، حداقل در زبان بعضی افراد جان کربی صحبت کرد، خود بایدن صحبت کرد و ما گفت و گفتش که ما جمهوری اسلامی رو در موضوع غزه و اوکراین پاسخگو خواهیم کرد. ولی کماکان اصرارشان حتی تا دیروز، همین دیروز هم بایدن و هم اطرافیانش گفتن که جمهوری اسلامی از حماس و از گروه هایی که در حادثه 7 اکتبر نقش داشتن حمایت میکنه، اما ما نشانه پیدا نکردیم که شخص علی خامنه‌ای در این مورد دستوری داده باشه.
من قبل از این اظهار نظر آمریکایی گفته بودم که به نظر میسه باندی از حکومت جمهوری اسلامی که حالا به علی خامنه‌ای نزدیکتره و شاید نسبت به باندهای دیگه دست بالاتری داره، تلاش میکنه به نوعی خودش رو با آمریکا نزدیک کنه به دو دلیل. یکی اینکه مشکلات اقتصادی رو تا حدی حل کنن، یعنی پولها رو بتونن بگیرن و بعد که پولها رو گرفتن جفتک اندازی کنن، و همین که باند روسوفیل حکومت رو که نماد بیرونیشون رئیسی هست رو تضعیف کنن. به همین جهت سعی میکنن که به نوع آمریکا همین رو پذیرفتن و به همین جهت سعی میکنن که به نوعی پای خامنه ای رو حداقل از این جنگ بکشن بیرون. و هشدارایی که میدن، حالا عرض میکنم، تا همین دیروز آمریکایی اعلام کردن که ما نشانه ای که شخص علی خامنه ای در مورد دستور داره باشه پیدا نکردیم، اگرچه تایید میکردن که جمهوری اسلامی در این زمینه نقش داشته با توجه به حضور هم جنگ محدود حزب الله و هم نقش آفرینی علنی و غیر قابل انکار حماس و جهاد اسلامی که هم خودشون گفتن هم نشانه های دیگه وجود داشته که جمهوری اسلامی ازشون حمایت مالی و لوجستیک میکنن. خب اما امروز به نظر میرسه که باز یه خورده قضیه فرق کرد و ظواهر قصه عوض شد. من نکته‌ای میخوام بهتون بگم، یک دیدار نامربوطی تو این شرایط بحرانی که برای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی وجود داره، عده‌ای از مردم لرستان یا نمیدونم کنگره شهدای لرستان ضمن احترام به همه شهدای جنگ برگزار شد و خامنه‌ای براشون سخنرانی کرد. اینا معمولا خیلی به ندرت اینطوری اتفاق میفته. ولی براشون سخنرانی کرد و در اینجا حمله مستقیمی به آمریکا کرد. قبلا هم حمله می‌کردن ولی امروز خیلی حمله‌اش مستقیم‌تر بود. با آمریکا رو شریک جنایت‌های اسرائیل معرفی کرد. اما نکته مهمی داشت و اون که به هیچ وجه از حماس اسم نبرد. این دقیقا برعکس اون چیزی که من گفتم که تلاش میکنن آمریکایی‌ها که حساب حماس رو از کل فلسطینی‌ها جدا کنن و حساب عملیات 7 اکتبر رو از کل اقداماتی که در 50 60 70 سال گذشته فلسطین انجام دادن جدا کنن. اینجا خامنه‌ای اومد تلاش کرد بدون با خودداری از اسم بردن از حماس و جهاد اسلامی و سایر گروه‌هایی که به همین گروه‌های مثلا مقاومت وابسته هستن و تفاوت نگاهشون با گروه محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطین اینه که اینا خودشون موظف به نابودی اسرائیل میدونن، در حالی که گروه محمود عباس حداقل روی کاغذ تفاهمی با اسرائیل دارن از زمان از دهه 1990، تفاهم بین یاسر عرفات و اسرائیل با وساطت کلینتون. اونها دنبال این هستن که راه حل دو دولتی، یعنی یک دولت فلسطینی و دولت اسرائیل مستقر باشه، اما حماس مخالفن. حالا خامنه‌ای تلاش کرد که این فاصله را از بین ببره و امروز از حماس و جهاد اسلامی اصلا اسم نبرد. در حالی که برید نگاه کنید همین امروز اردوغان صحبت کرد و در صحبتاش در جای صحبتاش از حماس به عنوان یک گروه مبارز و آزادی بخش فلسطین نام برده و گفته حماس رو نباید گروه تروریستی اسمش گذاشت، در حالی که نماینده امارات اخیراً در سازمان ملل صحبت کرد در پشت تریبون رسمی و گفتش که حماس گروه تروریستیه و ما کارهای تروریستیشو محکوم می‌کنیم، جنایتاشو محکوم می‌کنیم. محمود عباس خودش اومده گفته که حماس نماینده مردم فلسطین نیست و بسیار از کشورها از جمله آمریکا اعلام کردن که حماس رو نماینده مردم فلسطین نمی‌دونن. و همین امروز هم بایدن در مصاحبه مشترکی با نخست وزیر استرالیا داشت بر همین نکته تاکید کرد. اما نکته‌ای که آره پیام متقابل که به نظر من وجود داشته هم در صحبت‌های خامنه‌ای و هم در صحبت‌های بایدن اینه که درست در روزی که اردوغان صحبت کرد و با صراحت از حماس نام برد و از حماس به عنوان نماینده مردم فلسطین و یک گروه آزادی بخش نام برد و گفت نباید به حماس گفت گروه تروریستی، خامنه‌ای در صحبتاش اصلا از حماس نام نبرد، گفت گروه هایی که دارن در فلسطین مقاومت میکنن، باز فلسطین هم کلی گفت، حالا یه اشاره هم به غزه کرد، نبایدشون گفت گروه تروریستی، اما اردوغان صریح نام برد. این به نظر من کاملا هماهنگ با اون بحثی که من قبلا کردم، یعنی اینکه خامنه‌ای نمیخواد در بخشی از حکومت نمیخواد خودش رو درگیر موضوعی بکنه که رسما اسرائیل و آمریکا پاش ایستادن و میخوان حماس رو از بین ببرن. اینکه حالا چقدر میتونه از بین ببرن و چه جوری از بین ببرن یه بحث دیگه است. ببینید دوستان، حتی در داخل خود آمریکا هم بسیار از افراد میگن که حماس رو نمیشه به عنوان یک تفکر از بین برد، به خاطر که به هر حال طرفدارانی داره و حتی اگر سران فعلی حماس هم کشته بشن، دستگیر بشن، اون گفتمانی که حماس ایجاد کرده طرفداران خواهد داشت و این ریشه‌کن، این تفکر ریشه‌کن نخواهد شد. اینو خود اسرائیلی‌ها میگن، آمریکایی‌ها میگن، ولی فعلا دعواشون با این
جناحی که فعلا حکومت میکنه، ضمن این که میخوان سیستم ریاست یا سیستم اداره منطقه غزه توسط حماس رو از بین ببرن. یعنی که دیگه دست برتر سیاسی، اقتصادی و نظامی حماس رو در منطقه، در بخش غزه از بین ببرن و تمام تلاششون همینه. تا حالا هم چندین بار اطلاعاتی که منتشر کردن که خود فلسطین هم تایید کردن، تعداد زیادی از چهرهای مؤثر حماس در اونجا کشته شدن، فقط از گروه هنیه و خانواده‌اش اینا کسی کشته نشده. چند روز پیش خبری اومد که خونه هنیه بمبارون شده و 14 نفر از اعضای خانواده‌اش کشته شدن. رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن ببین اینا که میگن هنیه و خانواده‌اش خارجن دروغ میگن، 14 نفر کشته شده، ولی بعد برامش دروغ بود. هیچ کسی در دنیا به هنیه بابت کشته شدن همسرش و فرزندش، گفتن پسرش و همسرش کشته شدن، هیچ کس اصلا نگفت که برامش دروغ بوده. بگذاریم. اتفاقی که الان افتاده دوستان عزیز ببینید که اینه که جمهوری اسلامی، به نظر من صحبت‌های امروز خامنه‌ای کاملا در راستای همون چیزی بود که دیروز هم آمریکایی‌ها چراغ سبز نشون دادن که میگن حساب خامنه‌ای جداست. حالا خامنه‌ای قبلا هر جنایتی کرده، هر کثافت کاری کرده، در این موضوع حتی میگم تا دو سه روز پیش میگفتن که ما هیچ نشانه‌ای از دخالت جمهوری اسلامی ندیدیم، حالا میگن که جمهوری اسلامی دخالت داره ولی نشانه‌ای از اینکه خامنه‌ای دستور داده باشه ندیدیم. یعنی کاملا مشخصه میخوان حکومت ایران رو دو طیف بکنن و یک تیفش برن تقویت بکنن. بخشش هم برمیگرد به همون نکته که من قبلا گفتم، بایدن به خاطری که لاس زدنهای خودش با جمهوری اسلامی رو توجیه کنه، ناچار بگه که این باندی که من باشون مذاکره میکنم ربطی به مثلا کارهای ماجراجویی که امروز در دنیا به عنوان مسئله اول تبدیل شده ندارن. در نقطه مقابل بایدن هم در مصاحبه که مصاحبه مشترکی با نخست وزیر استرالیا داشت، ضمن اینکه با صراحت گفتش که ما به آیت الله پیغام دادیم، یعنی خیلی دیگه قبلا میگفت به رژیم جمهوری اسلامی، به ایران، ولی دفعه به آیت الله پیام دادیم که مشخصا منظورش خامنه ای، و به نظر میرسه که به خاطری که فشار افکار عمومی رو خودشون کم کنن که شما پشت پرده دارید زد و بندی میکنید، یه علنی گفت به آیت الله پیام دادیم که ما به اسرائیل، بحث اسرائیل مطرح نیست، اگر حملات به منافع آمریکایی ها ادامه پیدا کنه ما پاسخ خواهیم داد. یعنی خب یک ایرادهایی ازشون گرفته میشد که طبق گفته خود آمریکایی‌ها حداقل 13 مورد حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و جاهای دیگه اتفاق افتاده و آمریکا پاسخی نداده. حرف بایدن بود که باز عرض میکنم این در راستای همون سیاست میتونه باشه که بگن یه بخشی از حکومت ایران داره این کارو میکنه که خامنه‌ای در جریان نیست. من یقین دارم که یقین که میگم برای یقین در حد مثلا همون تحلیل و خبرهایی که داریم یک هیچ چیز 100% نیست، ولی به گمانم با یک درصد خیلی بالای این فرضیه تو ذهن من شکل گرفته که هم سخنرانی خامنه‌ای و هم گفته های بایدن کاملا هماهنگ شده است با هم دیگه، که از یک طرف آمریکایی‌ها برای اینکه مقدار فشار از رو خودشون بردارن، اون فضای خیلی سنگینی که ایجاد کرده بودن که این مرتب نقش جمهوری اسلامی رو در حوادث اخیر اسرائیل تکذیب می‌کردن، اون رو بشکنن، میگن نه ما دیگه حالا قبول داریم که جمهوری اسلامی نقش داشته، دیگه الان نمیشه مقاومت کرد با نشانه هایی که وجود داره، اعتراف هایی که گرفته شده، فیلم هایی که به دست اومده، متونی که از اسرای حماس یا جای دیگه به دست آوردن، تکذیب کلیش مشکله. به نظر میسه شیفت کردن به این طرف که بگن خیلی خوب یک باندی در جمهوری اسلامی داره این کار انجام میده ولی خامنه ای در جریان نیست، و خامنه ای هم برای اینکه این پیام رو گرفته شده اعلام کنه، بگم پیامو گرفتم، سعی میکنه که از حماس حمایت نکنه، از کلا از آرمان فلسطین دفاع کنه. با اینکه من قبلا هم خدمت شما گفتم واقعیتش اینه که شما هیچ نشانه از حمایت از آرمان فلسطین یا حمایت از آزادی فلسطین در رفتار خامنه ای نمیبینید. تنها کاری که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کرده اینه که یک باندی رو در داخل فلسطین، کمان که یک باندی رو در لبنان تحت عنوان حزب الله، در یمن حوثی ها، در عراق هشت و شعبی، در افغانستان فاطمیون درست کردن که هر موقع لازم باشه با کارهاشون امکان باجگیری جمهوری اسلامی رو فراهم بکنن. این اصلا تردید درش وجود نداره. ولی به هر حال این بار میخوام که اصلا در فلسطین هم اگر جمهوری اسلامی کار کرده، تنها ثمره کار جمهوری اسلامی در فلسطین این بوده که یک گروهی رو جمهوری اسلامی تقویت کرده، پول بهش داده، اینها رو علم کرده در برابر سایر گروهای فلسطینی. در یک کلام این که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی در فلسطین نه تنها به نفع آزادی فلسطین به صورت کلی به نفع فلسطینی ها نبوده، بلکه باعث اختلاف افکنی و تقسیم قدرت فلسطین به جنگ‌های داخلی بیشتر از پیروزی‌های خارجی بود.
به هر حال با همه این حرفا که اتفاق افتاده جمهوری اسلامی الان هم داره دفاع میکنه. به گمانم پیام رو در سخنرانی امروز خامنه‌ای برای آمریکایی‌ها فرستاد که اسم حماس رو نیاورد، با توجه به اینکه یک حساسیت جهانی وجود داره. میگم نکته مهمش اینه که درست در همین روزی که خامنه‌ای در به ظاهر در دفاع از آرمان فلسطین کلی صحبت کرد، از اینکه کسانی که میخوان کشورشون رو آزاد کنن، میخوان سرزمین‌های اشغال شده‌شون رو آزاد کنن، این چیزی که خب به هر حال سایر گروه‌های فلسطینی هم بهش اعتقاد دارن یا ادعاش رو حداقل دارن، این مختص حماس نیست. حماس اگر هم چیزی گفته در کل برای از بین رفتن کلیت اسرائیل. ولی خامنه‌ای برای اینکه نشون بده، هم اثبات کنه اون ادعایی که داشته که جمهوری اسلامی در این حملات حماس دخالت نداشته، و هم یه مقداری پیوند خودش رو با حماس در واقع ضعیف‌تر بکنه و حتی جدا کنه خودش رو، اسنایور درست در همون روزی که اردوغان با نام آوردن و با قاطعیت از حماس دفاع کرد. ببین دوستان، حتی قطر که محل استقرار نیروهای حماس هست، در اظهار نظرهای روزاش تلاش کرده که به معنای خاص از حماس دفاع نکنه، همش از فلسطین دفاع میکنه، از گروه فلسطین دفاع میکنه، و حتی بعضی جاها اظهار نظرهایی که میکنه در راستای همون از اظهار نظرهایی که آمریکا هم حالا در اظهار نظرهای متعادلش، نه اظهار نظر خیلی افراطی در دفاع از اسرائیل انجام میده، که از دو طرف محکوم میکنه. همون کاری که محمود عباس هم انجام داد. البته میگم نماینده امارات که یک خانمی بود در سازمان ملل صحبت میکرد، با صراحت از جنایت‌های حماس صحبت کرد، یا ترکی فیصل که از نظریه پردازان مورد احترام در بین جناح‌های مختلف سعودی صحبت کرد، هم اسرائیل محکوم کرد هم حماس رو، ولی حماس رو بیشتر از اسرائیل محکوم کرد. خب تو این شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که همون چیزی که به نظر من واقعیت پشت پرده است، از این که به عنوان حامی اصلی حماس معرفی بشه، خودش رو میکشه کنار، و به خاطری که به هر حال فضای عمومی که جهان اسلام و کشورهای عربی و حتی بسیار از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم الان به نوعی همدردی با مردم فلسطین، خامنه‌ای هم در همین حد موضعش نگرشه. البته عبارتهایی که خامنه‌ای در محکوم کردن آمریکا و اسرائیل به کار برده، حتی همین عبارتها تندتر از عبارتهای اردوغان نیست، تندتر از حتی عبارتهای بعضی از عبارتهای پادشاه اردن یا همسرش نیست، اونا خیلی شاید بعضی از عباراتشون تندتر بوده. اما پیامی که امروز مبادله شد، هم بایدن تلاش کرد که مثلا بگه خامنه ای یک آدمی که میشه باش مذاکره کرد، که ما به آیت الله پیام دادیم و بعدم حساب رو جدا کرد، یعنی اینکه ما کاری به اسرائیل نداریم، به نوع به تلویحاً اینو گفت، اگرچه این روزها مرتبا اعلام کرده که آمریکا در کنار اسرائیل، در اوج جنگ اولین مقام غربی بود که به هر حال مهمترین مقام غربی که به اسرائیل سفر کرد، ولی تو اینجاش ببینید خیلی مهمه که گفته از اسرائیل دفاع می‌کنیم، اما تو صحبت امروزش گفتش که اون چیزی که ما پیام دادیم به آیت الله مربوط به اسرائیل نیست، گفتیم اگر حملات به نیروهای ما ادامه پیدا کنه، یعنی ببین یک نوعی این فضا رو هم درست کرد که حالا اگر یک نیروی وابسته به جمهوری اسلامی یک حمله به اسرائیل کرد، الزاماً از آمریکا پاسخ نخواهد گرفت، چیزی که قبلا هم گفته بود، ولی امروز به نظرم میرسه که یه خورده سریع‌ترش کرد. و خامنه‌ای هم که عرض می‌کنم تلاش می‌کنه که برای اینکه کار رو بر بایدن و طرفدارانش راحت بکنه، از حمایت از حماس خودداری کرد و عرض میکنم اصلا خیلی به صورت آشکار خودداری کرد از گفتن اسم حماس و جهاد اسلامی. طبیعی هم، یعنی شاید من معتقدم که یه مقدار فشار افکار عمومی در داخل هم هست، با انعکاس اظهارات زیاد مخالف و بعضی از مقامات حماس که صریح ایرانی ها رو در کنار کفار گذاشتن و شیعیان و ایرانی ها رو، و گفتن که ما در گروهمون فقط سنی ها رو را میدیم. امروز هم یکی از سخنگویان حماس صحبت کرده، گفته که اگرچه ما اهل سنت رو فقط قبول داریم، ولی از کفار و ایرانی ها هم کمک میگیریم، ولی با هم هدف نیستیم، با هم همراه نیستیم، ولی کمک میگیریم از کفار و ایرانی ها. خب پس من عرضم رو جمع کنم در این قسمت، با اونی که معتقدم صحبت های امروز خامنه‌ای و بایدن یک پیام کاملا هماهنگ شده، فقط علنیش کردن که خامنه‌ای با صحبتاش کمک کنه به بایدن که بتونه تلاشش برای تبرئه جمهوری اسلامی رو موجه جلوه بده، بگه ببین خامنه‌ای از حماس دفاع نمی‌کنه. از اون ور هم وقتی پیام به خامنه‌ای میده، جوری پیام بده که حالا اگر فردا حزب الله کاری انجام داد، دامن خامنه‌ای گرفتار نباشه. چون عرض می‌کنم دیروز مقامات آمریکایی به صراحت گفتن که نشانه‌هایی از
حمایت جمهوری اسلامی از حماس و اقدامات فعلی در اسرائیل پیدا شده، اما نشانه ای از اینکه خامنه ای دستور داده باشه نیست. من نمیخوام بگم این حرف درسته، ولی میخوام بگم خامنه ای هم تلاش میکنه این رو جا بندازه، یعنی القا کنه که و خودش و اون باندی که بهش نزدیکتر هستن در حکومت که باند پسرشه پشت این حملات نیست. من کماکان فرضیه سابقم رو دارم که حامی اصلی این حملات و شاید حتی طراح این حملات روس‌ها بودن. این به معنای تکذیب یا انکار حمایت‌های مالی و لوجستیک و سیاسی جمهوری اسلامی در ادوار گذشته و یا در آینده از حماس و جهاد اسلامی نیست. ولی اصرار من کماکان، من هنوز میگم هیچ نشانه‌ای ندیدم که این فرضیه رو رد کنم. آمریکا هم دارن همین رو میگن. من نکته دیگه هم قبلا عرض کردم خدمتتون، گفتم که شاید بیشترین دستاوردی که جمهوری اسلامی از حملات 7 اکتبر نیاز داره و فکر میکنه براش خوبه اینه که روند مذاکرات صلح بین اعراب و اسرائیل، به خصوص عربستان سعودی با اسرائیل، متوقف بشه، چون این یه شکست بود بعد از این همه تبلیغاتی که جمهوری اسلامی کرده بود، بعد از اینکه ادعا کرده بود که مواضع جمهوری اسلامی با عربستان نزدیک شده. خب عربستان داشت خیلی اصلا با سرعت عجیبی به طرف مذاکرات و نهایی کردن برقرار روابط با اسرائیل پیش میرفت. امروز بایدن و دیروز هم کربی این رو گفتن که هدف اصلی جمهوری اسلامی از حمایت از این اقدامات اینه که جلوی مذاکرات صلح اعراب با اسرائیل رو بگیرن. البته چند روز قبل یکی از مقاماتشون به صراحت از عربستان نام برد، ولی امروز بایدن فقط از به طور کلی از اینکه جمهوری اسلامی میخواد مانع مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل بشه صحبت کرد. به هر حال ببینید، من اینا رو کنار هم دیگه میذارم، ببینید چی میرسم که کاملا آمریکا تلاش میکنه که نقش‌های متفاوتی برای اسرائیل، برای جمهوری اسلامی و روسیه و سایر گروه‌هایی که حمایت میکنن از حملات 7 اکتبر تعریف کنه. تنها نقشی که برای جمهوری اسلامی تعریف میکنن اینه که نمیخواد رابطه صلح بین اعراب و اسرائیل برقرار شه، به دلایل حالا بعضن اقتصادی بعضن سیاسی، که البته از نظر من بیش از هر چیز مهمش اینه که میخوان در داخل کشور جمهوری اسلامی، براش خیلی مهمه که اون فرضیه‌ای که جا انداخته بودن که بالاخره عربستان مجبور شد بیاد با جمهوری اسلامی به عنوان نیروی مؤثر و قدرت منطقه‌ای و حتی قدرت جهانی مذاکره کنه، این خب داشت میشکست و شکسته بود تا حدود زیادی. جمهوری اسلامی همین الان دلش خوشه فعلا متوقف شده، یعنی در همین حد. ببین دوستان عزیز، من اینو بارها خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی چون حتی خودش هم به قوام و دوامش ایمان نداره، به روزمرگی قانه، یعنی امروز رو بگذاریم تا ببینیم خدا فردا چی میخواد، و این چیزی که داره اتفاق میفته. و به هر حال پیام ها خیلی امروز واضح بود. نتیجهش این که میخوام خدمت شما بگم که تا این لحظه با اینکه کماکان معتقدم که بعضی گروه ها در آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان دارن تلاش میکنن که پای ایران به جنگ وارد شه، اما تا این لحظه به نظر من اراده بایدن و اراده خامنه‌ای اینه که وارد جنگ نشن، به دلایل متعددی که من قبلا گفتم. نه اینکه خامنه‌ای حالا خیلی دلش برای مردم بسوزه، خامنه‌ای الان در وسط یک پروژه‌ای که آزادسازی پول‌ها، این براش مهم، اهمیتش بیشتره. از طرفی برای تحت فشار چین هم هست، چون چین منطقه رو آروم میخواد، برخلاف روسیه که نفعش در آشوب در منطقه است، نفعش در اینه که کشورها به شدت با هم درگیر باشن، چون که مسئله اوکراین تحت شعاع قرار بگیره، و از طرفی اختیار بازار انرژی دست کشورهای مثل عربستان و چین و دیگران نیفته. روسیه همواره میخواد که از این بازار متلاطم سوء استفاده کنه. نکته مهمش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت هم بحث اوکراین براش مطرحه. حتما شنیدید که همین دیشب روسیه حملات زیادی به بعضی از مناطق داشت، حتی به نیروگاه‌های برق در اوکراین، همینه که محکوم میکنن که آی به داد برسید، مردم مظلوم غزه بی برقی دارن میمیرن. قبلا هم به ده ها بیمارستان و نیروگاه حمله کرده بود، اما دیشب هم به تعداد نیروگاه حمله کرده. خب ممنونم ازتون. ببینید، ولی دارم میگم این که بایدن و خامنه‌ای تلاش میکنن که حتی امکان جنگ نشه به دلایلی که توضیح دادم، معنیش این نیست که الزاماً اتفاق بیفته. یعنی همچنان معتقدم که باندی از حکومت در جمهوری اسلامی که پاپتشون و عروسک خیمه‌شب بازیشون رئیسیه، علاقمند هستن حداقل در حد محدود جنگ را بیفته، چون خواسته روسیه است. آنها طرفدار روسیه هستن. یکی از دلایل مخالفت آمریکا و جمهوری آمریکا هم این بحث
نقش روسیه است. ضمن اینکه به نظر میرسه در جمهوری اسلامی تا حدود زیادی اون جایگاه روسیه به نفع چین تضعیف شده، یعنی الان چین تأثیر گذاریش در سیاست گذاری های اقتصادی، نظامی و سیاسی و روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی، نقش چین داره خیلی پررنگتر از روسیه میشه. و این یک تضادیه که به نظر میرسه خامنه‌ای رو خیلی عذاب میده. از یک طرف نمیخواد روسیه رو از دست بده و از طرفی احساس میکنه که به چین بیشتر نیاز داره. هم میبینید خب چین تنها کشوری که الان در مقیاس وسیع از جمهوری اسلامی نفت میخره، البته با تخفیف خیلی زیاد و با عدم پرداخت پول، ولی بالاخره این پول یک روزی نظرشونه که به دستشون خواهد رسید. خیلی ممنونم. اجازه بدید من پیام ها رو بخونم، اگه نکته خاصی باشه در خدمتتون هستم. قدرت گرفتن جمهوری خواهان تغییر خاصی در شطرنج سیاسی آمریکا اتفاق نیفتاده. خب جمهوری خواها در مجلس نمایندگان اکثریتشون، البته اکثریت خیلی شکننده، رئیس جمهور هم که دموکرات، در سنا هم تقریبا موازنه برقراره. چیزی که امروز اتفاق افتاد اینه که بعد از 3 هفته تلاش با رأی خوب که میگم در مقایسه با اکثریت شکننده‌ای که جمهوری خواه دارن، یک جمهوری خواه طرفدار ترامپ شد رئیس مجلس نمایندگان. مک‌کارتی که قبلا بود اون هم مورد حمایت ترامپ بود، ولی اینکه امروز انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، چرا اسمش رفت مایک، حالا فامیلی شدم رفت، ایشون از کسانی بود که اصلا نتایج انتخابات آمریکا رو در زمان انتخاب بایدن رو قبول نداشت و حتی صحبت کرد که این انتخابات باید نتایجش باطل بشه. به هر حال الان جناح بایدن در مجلس تقویت شد. عرض میکنم تغییر خاصی در عرصه سیاسی آمریکا اتفاق نیفتاد، فقط تغییر خاصی که اتفاق افتاد اینم براتون میگم جالبه که خب 3 هفته بود بعد از اینکه همکاری 8 نفر از جمهوری خواها با کل دموکرات ها باعث برکناری مک‌کارتی رئیس قبلی مجلس نمایندگان شد. خب 3 هفته بود که تلاش میکردن کسی بزنن جاش، نمیتونستن، 2-3 نفر رو آوردن همشون شکست خوردن، ولی امروز یک بار این آقای متاسفم اسمش رو رفت، حالا اسم کوچیکش مایک، امیدوارم کمکم کنید بگید، حالا امروز با 220 رأی با توجه به تعداد هزار در جلسه گفتن 215 رأی کفایت میکنه، در شرایط عادی هم 217 تا چون تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا 434 نفر 217 تا ولی امروز 215 تا کفایت میکرد، 220 تا رأی آورد و رئیس مجلس نمایندگان شد. و نکته مهمش اینه که خواستم همین عرض کنم، ممنونم مایک جانسون، خیلی متشکرم جانسون، بله پابلیش جانسون. نکته مهمش اینه که یکی از دلایلی که نمایندگان رو خیلی به هم نزدیک کرد و رأی دادن، صحبت در سر این بود که تا زمانی که خب بر اساس مقررات که اینجا هست مجلس نمایندگان اگر سخنگو یا به اصطلاح ما رئیس نداشته باشه امکان برگزاری جلسه نداره، جلسه رسمی نداره، و زمانی که نتونن جلسه رسمی برگزار کنن اون بودجه پیشنهادی که بایدن فرستاده، هیچ قانونی تصویب نمیشه، هیچ لایحه‌ای تصویب نمیشه، از جمله لایحه کمک های مالی که بایدن پیشنهاد کرده برای کمک به اوکراین، اسرائیل و حالا بعضی چیزهای دیگه هم داره مثل عملیات مثلا امنیت مرزی که میخوان بعضی از مرزها رو ببندن برای جلوگیری از هجوم مهاجران، ولی اونیش که الان خیلی فشار می آوردن و تاکید میکردن روش و این هم اتفاقا به نظر من یکی از عوامل مهمی بود که جمهوری خواه با هم متحد شدن، همین که این کمک مالی انجام بشه. و جالبش این بود که اینا ظاهرا یک جلسه کنفرانسی برگزار میکنن قبل از اینکه در صحن علنی رأی گیری بشه. دیشب این کنفرانس رو جمهوری خواه داشتن، یه خانمی که نماینده نیویورک هست با عنوان رئیس اون کنفرانس اومد سخنرانی کرد و در یک چیز کاملا تشریفاتی ولی خب برار انجام میشه که قبل از اینکه رأی گیری بشه اون کسی که یه نماینده از طرف جمهوری خواه بود که همین جانسون بود، یه نماینده از طرف
دموکرات ها که حکیم جفریز بود، دو نماینده رئیس کنفرانس جمهوری خواه و نماینده رئیس کنفرانس دموکرات ها صحبت کردن. اون کسی که رئیس کنفرانس، ممنونم باید بارد و آلیبر عزیز، به عنوان رئیس کنفرانس جمهوری خواه صحبت کرد، یه خانمی که نماینده نیویورکه، بر همین تاکید میکرد که ما برای مقابله با گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در اسرائیل نیاز داریم که خیلی سریع مجلس بتونه جلسه رسمی برگزار کنه و کمک های لازم برای اسرائیل رو تصویب بکنه. یعنی که سر نخواستن جمهوری اسلامی در عباس همینه. من دیشب رو کانال دوم صحبت کردم، وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی که دستش به خون هزاران بیمار کرونا آلوده است به خاطر اینکه از حامیان اجرای دستور خامنه‌ای برای جلوگیری از ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی بود، دیروز یه مصاحبه کرد. برای من جالبه که اینا حقارت خودشون رو هم فریاد می‌زنن، چقدر اینها احمق هستن در همه عرصه‌ها. گفتش که ما می‌خواستیم کمک برای غزه بفرستیم، تلاش کردم، بارها تلاش کردم که با وزیر بهداشت مصر صحبت کنم، ایشون حاضر نشد با من صحبت کنه. اینکه میگم سر نخواستن جمهوری اسلامی دعواس. امروز هم رئیس کنفرانس جمهوری خواه میگفتش که ما برای اینکه گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در اسرائیل که با اسرائیل میجنگن رو باشون برخورد کنیم، نیاز داریم که مجلس به صورت قانونی جلسه برگزار کنه و این مستلزم انتخاب رئیس. به همین جهت هم این آقای جانسون رو معرفی میکنه و رای و همونجا هم میگفت مشخص بود، همون دیشب به تفاهم رسیدن که با اطمینان میگفتش که حتما امروز انتخاب خواهد شد و همین هم شد. خیلی ممنونم از دوستان که همشون کمک کردن که اسم مایک جانسون رو من عرض کنم خدمتتون. پرچم ببخشید نیست تو تصویر، من معذرت میخوام. اینم پرچم، ببخشید دیگه، با بزرگوار خودتون ببخشید. ممنونم تورج عزیز، تورج منصوری. نه عرفان عبادی فر عزیز، اون فضول سنج دوست عزیز. نقش کره شمالی در این جنگ چیه؟ ببینید کره شمالی هم یه مش بیمار درش هستن که بحث ایدئولوژیک فقط دارن، چه نفعی نداره. اصلا مگر جمهوری اسلامی نفعی داره؟ ببین شما نفع رو در چی تعریف می‌کنید؟ در کشور دیگه نفع در اینه که دولتشون یک موفقیتی به دست بیاره، کشور پیشرفت کنه. نفع محمد بن سلمان که میره با چین مذاکره میکنه و توصیه چین برای برقرار روابط با جمهوری اسلامی میپذیره، اینه که میخواد منطقه امن بشه، ورود چین و سرمایه‌گذاری چین در عربستان کمک میکنه به این که سرمایه گذاری ها راحت تر بشه، ماجراجویی ها کمتر بشه. همون چیزی که من پارسال دسامبر وقتی که آقای شی رئیس جمهور چین رفت عربستان گفتم از امروز ببینیم که آیا حوثی ها بازم جرأت میکنن به آرامکو حمله کنن یا نه. خب عربستان نفعش در اینه اگر کاری انجام میده. اسرائیل بالاخره یکی از طرحهایی که داشت که اصلا شاید بعضی معتقدن که از دلایل انتخاب این زمان توسط حماس برای حمله است، اینکه یک کریدوری میخوان درست کنن برای اینکه وابستگی نقل و انتقال کالا به کانال سوئز رو کم کنن، یک مسیر زمینی و دریایی پیدا کنن و این اتفاقا برای اتصال شرق به غرب هم مفیده و حتما حتی کوچکترین پتانسیل ها برای حضور ایران در کریدورهای بین المللی رو کم میکنه. برای کشور دنبال اینن، اما جمهوری اسلامی دنبال چیه؟ یعنی واقعا فکر کنید جمهوری اسلامی از کدوم کارش به فکر توسعه ایران یا آرامش مردمه؟ کره شمالی هم مثل جمهوری اسلامیه، اصلا نفع براش این نیست که اصلا مردمش پیشرفت کنن، نفع برای این نیست که اون فاصله، حتما میدونید که دوستان برید مطالعه کنید، یعنی ببینید تحقیق خبرها رو ببینید. یه گزارش من 14-15 سال پیش میخوندم که متوسط قد کودکان کره شمالی 10 سانتی متر از کودکان همسن و سال خودشون در کره جنوبی کمتره. حالا کره شمالی اگر کاری میکنه دنبال این نیست که 10 سانتی بکنه 9 سانتی 8 سانتی کمترش کنه، نه، اون فقط برای اینه که مردم بیان کف بزنن برای رهبر الدنگشون و گریه کنن، همین کارهایی که پیش خمینی و خامنه ای میکردن. واقعا شما وقتی میگید نفع کره شمالی چیه، دنبال این چیزا باشید که ماجراجویی، اینکه احساس کنه که بیان در داخل کشورشون مثلا بگن آقامون یه غلطی کرد.
نقش ترکیه در حوادث اخیر. ببین ترکیه دنبال احیای، واقعا به معنای واقعی دنبال احیای اون خلافت عثمانیه، حالا نه در اون حد مثلا سنتی 400-500 سال پیش، ولی یک نقش رهبری جهان اسلام برای خودش میخواد داشته باشه، ضمن اینکه از عضویتش در ناتو هم استفاده کنه برای داشتن امنیت. و میبینید که همزمان با روسیه لاس میزنه، با اوکراین لاس میزنه، با عربستان رابطه داره، همه کارش هم مبنا نداره. سر قضیه خاشقچی اومد به اندازه کافی مدرک علیه محمد بن سلمان جمع کرد و بعد رفت. ممنونم خانم نیلوفر ارشد عزیز. بعد رفت باشون زد و بند کرد، حتی یک هدیه ویژه برای ملک محمد بن سلمان برد. در قصه روس سوریه میبینید که چجوری خواسته های خودش رو با اون نوع وسط لحاف خوابیدنش هم بر آمریکا تحمیل میکنه، هم بر کشور دیگه هم تحمیل میکنه، بدون که جمهوری اسلامی هزینه‌اش رو داده. هم کشتار داشته، هم تلفات داشته، هم خرج کرده. به گفته آقای حشمت الله فلاحپیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس، بیش از 35 میلیارد دلار جمهوری اسلامی در سوریه خرج کرده. ترکیه بدون که خرج بکنه، امنیت بخش جنوب غربی خودشا که مربوط میشه با سوریه، هم مرز میشه با سوریه و اون بحث درگیری‌هایی که با کردها داره، یعنی از این موقعیت ها استفاده میکنه ترکیه و جایگاه خودش تثبیت میکنه. ضمن که یک نگاهی، یعنی بحث شخصی هم در این کشور مطرح دیگه، همینقدر که مثلا در دنیا یا در داخل کشورش به اردوغان به عنوان رهبر جهان اسلام نگاه کنن. این یک، من بارها گفتم که آخوند کرواتی که علاوه بر اینکه حالا واقعا در دوره اردوغان کشورشون پیشرفت کرده، ولی منبعیات شخصیش هم مهم بوده. ولی فرقش اینه که منویات شخصی که اردوغان برای خودش قائله، اونو در قالب پیشرفت کشورش و افزایش نقش واقعی کشورش در تحولات منطقه و جهانی میبینه. جمهوری اسلامی نقش خودش رو در آزار و اذیت و اینکه بترسن ازش. همیشه من عرض کردم خدمتتون، خامنه ای الگوی کره شمالی در ذهنش که اگه ما دو تا بمب اتمی داشته باشیم، همونطوری که مردم از این کشور فسقلی به درد نخور کاملا عقب نگه داشته شده کره شمالی میترسن، از ما هم میترسن. و بعد همین برای اینا، برای خامنه این ارضا کننده است که مثلا وقتی یه حرف میزنه مثلا چند نفر تو دنیا بترسن، اما تو در داخل کشور لذت میبره از این که مردم همیشه ازش وحشت داشته باشن، لذت بر از این که بگی من هر غلطی بخوام میتونم بکنم. اینو من بارها خدمتتون عرض کردم. بله آقای منصوری، بدون اردوغان هم ترکیه پیشرفت میکرد، ولی واقعیتش اینه که خب برخلاف مردم اونجا هم که نادان نیستن، این که چند سال پشت سر هم با همه فریبکاریهایی که اردوغان کرده، اولا من خبرهایی که از جو دارم خیلی پیشرفت کرده کشور، حتی شاید بشه گفت سرعت پیشرفت در مقایسه با بعضی از دولت‌های سکولار بیشتر بوده. خب اونجا الان هم دولت ظاهرا لائیکه، ولی خب قبلی‌ها خیلی علنی‌تر بود، هیچ نشانه‌ای از اسلامگرایی در خانواده سرانشون نبود. در دوره، حالا یک دورهای محدودی مثلا نجم الدین اربکان داشتیم که خیلی دیگه علنی، مثلا 6 ماه خسروی بود، 3 بار فکر کنم رفت عمره، ولی زمان ترک و توزار، زمان بلند جوید، زمان سلیمان دمیرل، افراد مختلف که اونجا بودن، زمان اون یه خانم بود که کوتاه مدت نخست وزیر بود که دورشون رو با همون نجم الدین اربکان نصف کردن، در تمام اون دورها نشانه های از مذهبی بودن نبوده. و حتی در مقایسه با اون دورها واقعا میشه گفتش که در دوره اردوغان پیشرفت بیشتر بوده. عرض میکنم بخشش ناشی از جاه طلبی های اردوغان هم هست که دلش میخواد خودش رو یک شخصیت حالا نوعی جانشین پیشرفته خلفای عثمانی نشون بده، رهبر جهان اسلام، ولی پیشرفت کشورش هم براش مهمه. و تو همین زمینه هم میگم موفقیتش این بوده که تونسته، اینو نمیشه انکار کرد، تونسته با یک نوع بالانس بین سیاست گذاری ها از همه کشورها امتیاز بگیره. نظر شما در مورد اینکه رژیم با جادو جنبل برای بقا استفاده میکنه چیز و چقدر واقعیت داره؟ خب اگه قرار جادو جنبل اثر داشته، خب خیلی از مردم عادی هم میتونن دنبال جادو جنبل برن. من خیلی این چیزا رو، من خیلی صریح بگم اینجا، حالا بعضی ممکنه، من با اینکه آدم از خدا چیزی بخواد مشکل ندارم و خودم اعتقاد دارم، بحث شخصی الان نمیخوام واردش بشم، اما جادو جنبل، ولی در ضمن وقتی آدم از خدا چیزی میخواد، خودش هم باید زحمت بکشه مقدماتش فراهم کنه، حالا شاید خدا کمک کنه یه خورده انرژی مضاعف آدم بده.
اما جادو جنبل نمیدونم، خب اگه اینطوری باشه که باید پس بعضی از مرتازای هندی باید الان دنیا رو گرفته باشه، یعنی مثلا رئیس جمهور آمریکا باید یک مرتاز هندی باشه مثلا رفته باشه از با جادو جنبل استفاده باشه اونجا، یا مثلا به لحاظ اقتصادی درسته تو بعضی عرصه ها چین هند پیشرفت کرده، ولی به لحاظ اقتصادی اگه قرار جادو جنبل کاری بکنه همون مناطقی که اتفاقا خیلی جادو جنبلیست ها زیاد هستن باید مردم پیشرفت کنن که نیست واقعا، من حداقل نمیدونم، شما میدونید بگید. این حرفا رو خب یه مدتی هم خامنه ای دامن زد که گفتش که ما اجنه انس و جن داریم، هم کارهایی که احمدی نژاد اون دار دسته قفاری اینا میکردن، کشور اسکاندیناوی حتی نظر هم نمیدن، کشور اسکاندیناوی خب دارن زندگیشون رو میکنن. مگه شما به من بگید که مثلا شما یا از خیلی کشورها تو دنیا هستن، مگه ژاپن خیلی وارد این قصه شده؟ شما اظهار نظر خاصی، شما مثلا از سنگاپور خیلی اظهار نظر خاص در مورد مسائل شنیدید، حتی در مورد از استرالیا، حالا استرالیا رو خصوصا ازش امروز اینجا بود و اظهار نظر کرد، ولی واقعا خیلی از کشورها رو میتونیم نام ببریم که ده. حتی هند ها روز اول حماس رو به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که ما که در کنار اسرائیل ایستادیم، به تو آمریکای جنوبی بسیار از کشورها، ونزوئلا مثلا چه اقدام خاصی کرده، خب حالا اسکاندیناوی هم روشون دیگه، شما مثلا کوبا، ونزوئلا، حالا کوبا که مثلا منش‌های چپ هم داره، یا بعضی از مثلا شما از قزاقستان چی شنیدید در این مورد، از نمیدونم ترکمنستان چی شنیدید، با اینکه حالا یک پیوندهای فرهنگی هم ممکنه باشه، حالا مسلمان هم توشون دارن، الزاما اینطور نیست که حالا همه کشورها درگیر بودن، ما بگیم اسکاندیناوی، خب تو زمینی که الان مثلا سوئد خب الان درگیره پیوستن خودش به ناتو که ترکیه هم قبول کرد و تمام شد مراحلش رو طی میکنه، توی کشور اروپایی هم مثلا خب متفاوت، شما ببینید مثلا موضع گیری ها همه یکسان نیست، اینطور نیست که شما همه کشور اروپایی رو ببینید که به صورت یکسان مثلا از مسئله حالا یا طرف اسرائیل یا طرف فلسطین دفاع میکنن. ممنونم کیارش جواهریان عزیز. بله عرفان عبادی فر عزیز 71، من اول برنامه گفتم اعلام شد که خانم سپهری به خاطر وخامت حالشون از زندان به بیمارستان قائم منتقل شدن، براشون آرزو سلامت داریم و ننگ بر جمهوری اسلامی که اینطور رفتار میکنه با یک زندانی با شرف. مبارکشون باشه خانم نسرین ستودن، جایزه گرفتن، حالا خوشبختانشون بیرون از زندانه میتونه جایزهشو بگیره، حالا خانم نرگس محمدی که داخل زندان نتونست، ولی این که چقدر احتمال داره دامن جنگ به کل منطقه کشیده بشه، بسیار از کشورها چون مایل نیستن اتفاق بیفته جلوشو میگیرن، اما به هر حال با توجه به اینکه همه تصمیم ها رو عقلا نمیگیرن نمیشه 100% پیش بینی کرد. ببینید اصلا صحبت بایدن به نظر من اینطور نیست که خیلی از افراد در داخل آمریکا حتی در دولت آمریکا خیلی صریح‌تر مستقیم خامنه ای رو خطاب قرار دادن. من معتقدم که مجموع اظهار نظر رو باید که عرض کنم، دیروز با صراحت گفتن بله ما قبول داریم جمهوری اسلامی نقش داره در اتفاقات اسرائیل، ولی نشانه ای که خامنه ای دستور داده باشه پیدا نکردیم. اینم که حالا گفت به آیت الله ما گفتیم که به اسرائیل کاری نداریم، اگر حمله به نیروهای ما ادامه پیدا کنه ما پاسخ خواهیم داد. این به نظرم خیلی این بیشتر مصالحه جویان است یا توجیه گران است. خب ممنونم از همتون، ممنونم عبدالصمد قلاوند عزیز. احتمال حمله، ببینید اون چه مسلمه چین حتما تلاش میکنه که تلاش های جدایی خواهانه تایوان به نتیجه نرسه، ولی عرض میکنم سیاست چین فعلا اولویتش تبدیل به اقتصاد اول جهان، الان تقریبا میشه گفت اقتصاد دوم جهان تقریبا که نه تحقیقا، حتی با فاصله زیاد با آمریکا. چین تمام تلاشش رو متمرکز کرده برای اینکه به عنوان کشور پرجمعیت اگر قدرت اول اقتصادی جهان بشه، خواه نخواه تا میتونه به قدرت اول اقتصادی سیاسی هم تبدیل شه، یا حداقل میتونه شونه به شونه قدرت اول جلو بره. معتقدم که اولویت چین الان
حفظ آرامش برای توسعه اقتصادی، در شرایطی که توسعه اقتصادی پیدا کنه. و حرف ببین الان چطور آمریکا میتونه به همه دنیا زور بگه، میتونه حتی چین رو وادار کنه که پولهای جمهوری اسلامی رو نده. خب این اگر جابجا بشه و چین بیاد قدرت اول اقتصادی بشه یا فاصله شو با آمریکا کمتر کنه، حتی بر سر مسئله تایوان هم راحت تر میتونه سیاستاشو اعمال کنه. کما که شما الان دارید میبینید که وقتی عربستان سعودی به خاطر توان اقتصادی که داره، آمریکا چشمشو بر خیلی از مسائل عربستان میبنده، اروپا میبنده چشمشو، نگرانی ندارن. چین هم اگه به قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل بشه، کما که الان هم شما میبینید الان آمریکا معافیت هایی که پشت سر هم داره از تحریم های خودش برای خرید نفت فقط، نه برای دادن پول. هم جالبه که چین فقط از این نوع معافیت های آمریکا بهره منده که بتونه نفت بخره و اون تحریم هایی که برای فروش نفت ایران هست معافیت به چین میدن، ولی برای پرداخت پولش معافیت نمیدن. ولی به هر حال میخوام بگم همین الانش هم به خاطری که چین یک جهش اقتصادی خوب داشته و قدرت اقتصادی دوم جهان هست، آمریکا در چشمش بر خیلی از مسائل میبنده. یا مثلا بر اساس ببینید مصوبات بین المللی پوتین هر جا رو باید دستگیرش کنن. خب اخیراً پوتین رفت چین و اعتراضی هم حتی اعتراض هم نکرد آمریکایی که چرا راه دارید پوتین رو، در حالی که آفریقای جنوبی می‌خواست بره برای اجلاس بریکس، آفریقای جنوبی رسما پیغام داد به پوتین که نیاید اینجا، اگر بیاد ما ناچاریم دستگیرتون کنیم. یعنی می‌خوام بگم وقتی که قدرت اقتصادی کشور اضافه میشه، قدرت سیاسیش و قدرت چانه‌زنیش در ارتفاع مختلف هم میره بالا و چین تصمیم گرفت از طریق افزایش قدرت اقتصادی خودش رو به تأثیرگذارترین قدرت جهان تبدیل کنه. حالا چقدر میتونه من نمیدونم. به همین جهت معتقدم که چین الان نه به جدی شدن جنگ با تایوان فکر میکنه، نه به از اون برم تمام تلاشش رو میکنه که در داخل من در منطقه ما به خصوص که منطقه انرژی دنیا هست یا مهمترین منطقه انرژی دنیا هست آرامش بشه. به همین جهت اصلا ادامه جنگ رو نمیخواد، موازهش هم مشخصه. امروز هم البته امروز قطعاً پیشنهادی آمریکا رو وتو کرد. به نظر من وتوشون هم به طوری درست بود، یعنی قرار نیست شورای امنیت بیاد در اینجا. نوع متن پیشنهادی آمریکا طوری بود که جنگ اسرائیل رو تجویز میکرد و در واقع توجیه میکرد. و من نمیخوام میگم حالا چین و روسیه راست میگن، اونا که خودشون از همه کثیف‌تر و جنایتکارترن، ولی حرفشون این بود که اگر ما به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی بدیم، معنیش اینه که اجازه جنگ دادیم و شورای امنیت نقشش جلوگیری از جنگه. این حرف فی نفسه بدونه که کی گفته درسته. در این حال که این موضع رو چین داشت و چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو وتو کردن، در این حال موضع گیری های جانبی چین همه جا نشون میده که میخواد جنگ رو تمام کنه. و حتی دیروز وزیر خارجه چین گفته بود که امروز اولویت برای مردم غزه آب و غذا و سوخت و اینهاست، نه ذخیره کردن سلاح و موشک و چیزای دیگه. این نشون میده که از رفتار حماس هم راضی نیستن و یک متلک‌ها یا حداقل طعنه‌هایی به حماس هم میزنن. جنگ حماس و اسرائیل در نهایت به نفع ماست؟ من نمیدونم به نفع ما یعنی چی. ما اگر یک دولتی در کشورمون داشتیم که میتونست از فرصت استفاده کنه، جنگ اوکراین هم میتونست، حالا مسائل انسانیشو بذاریم کنار، میتونست فرصت های اقتصادی برای ما درست کنه. جنگ اسرائیل و غزه اگر مثلا موجب افزایش قیمت سوخت بشه، قیمت نفت بشه، میتونه برای ما خوب باشه، ولی نه با حکومتی که داریم که الان تنها میتونه به چین نفت بفروشه با 30% تخفیف و پولش هم نگیره. درنتیجه این هم که ما فکر کنیم که حالا منظور اونه که در مجموع در نهایت به نفع ملت ایرانه، من نمیدونم واقعا، ارزیابی از این ندارم که آیا این جنگ حالا به لحاظ انسانی که جنگی به نفع هیچ کس نیست، اما به لحاظ اقتصادی و سیاسی هم من نمیدونم چجوری ما میخوایم احراز کنیم که این جنگ میتونه نفع ملت ایران باشه. عرض میکنم اگه دولتی داشتیم که به نفع مردم کار میکرد و قدرت استفاده از فرصت ها رو داشت، من با شما موافق بودم. اما الان من در جمهوری اسلامی این توانمندی و حتی این انگیزه رو نمیبینم. محسن شمس عزیز، خب من که نظرم از اول این بوده که پشت پرده این حمله بیش از هر کسی روسیه است و بیشتر نفع حداقل در کوتاه مدت و میان مدت روسیه میبره. من والا در مورد بیت کوین هیچ اطلاعی ندارم که بخوام نظر بدم. دستان سه هماس گفته نشده. خب
امکان داره مثل زمان کودتا ساعت دقیقا 20 هست. امروز هم خواستن ببینم خود رهبر رو نگفتن گرم سکن. حالا منظورتون نمیفهم، ولی من عرض میکنم خامنه ای اصرار داره، هم خامنه ای و هم بایدن اصرار دارن که بگن اگر حتی بخشی از جمهوری اسلامی هم در جنگ حماس علیه اسرائیل نقش داشتن، شخص خامنه ای و افراد نزدیک بهش نقش نداشتن. دوست عزیز آقای رضا صمدی، من هیچ وقت من کانال یک نرفتم، شنیدم بعضی از برنامه من رو پخش میکنم، اما من خودم حضور در کانال یک نداشتم و دلیلش هم گفتم دیروز، همینجور توضیح دادم دلیلش که چرا نمیرم. چرا دوست عزیز، امشب استوری کرده بودم آقای ملوان عزیز، امروز استوری کرده بودم برنامه رو. حسن نصرالله قایب نیست، اتفاقا یه عکسی امروز منتشر شده که سران جهاد اسلامی و حماس و حسن نصرالله نشستن. این هم باز نوعی تلاش همین گروه هاست که به نوعی پای جمهوری اسلامی شاید بتونن باز کنن. عکس خمینی و خامنه‌ای هم بالا سرشون توی جایی که همون لابد زیر زمین مخفیگاه حسن نصراللهه، برای مخفی نیست. امروز همین عکس چند ساعت پیش اومد بود، جلسه‌ای که سران حماس و جهاد اسلامی با حسن نصرالله داشتن. رئیس جدید کنگره تأثیرش دوستان عرض کردم نبودنش خیلی تأثیر داشت، به این دلیل که اینجا اگه کنگره رئیس نداشته باشه جلسه نمیتونه تشکیل بده و کارا هم متوقف میشه، از جمله این لوایح کمک‌های مالی. ولی از نظری که خودشون میکنن، ایشون در طول تاریخ یا حداقل در سر 50 60 سال اخیر، گفتن بین سر 50 60 سال 200 سال اخیر، این اولین رئیس مجلسیه که یا سخنگوی مجلسی که اینقدر سابقه نمایندگیش کم بوده. ظاهرا 6 7 سال کلا سابقه نمایندگی در مجلس داره، شاید هم کمتر. معمولا افرادی که بودن 7 دوره 8 دوره 2 سال دوره نمایندگی، اینجا 2 سال است دیگه حداقل در مجلس بودن، ایشون کمترین داشته. ولی خب به هر حال جمهوری خواه تصمیم گرفتن که یک ترکیب قوی رو یا حداقل در ظاهر قوی نشون بدن. بیشتر هدف اینه که بتونن عرض میکنم، شاید چیزی که خیلی خوب اینها رو متحد کرد همین هشدار نسبت به وضعیت بلا تکلیف اسرائیل و سوء استفاده‌ای که جمهوری اسلامی داره میکنه. این رو در صحبتاشون علنی میگفتن. به هر حال میخوام خدمت شما بگم که نبودنش شاید تاثیرش الان بیشتر بود، الان اومده شرایط به شرایط عادی تر برمیگرده، ولی نبودش واقعا تاثیر منفی خیلی زیاد داشت. ببینید اینکه من اینجا دوستان، یه سری رسانه‌های وجود دارن در آمریکا، چه روزنامه چه تلویزیون، که گرایش‌های کاملا حزبی دارن. یعنی امروز مثلا همزمان با انتخاب رئیس مجلس یه اتفاق دیگه هم افتاد که بایدن ترامپ مدت طولانی در دادگاه بود. قبلا قاضی دادگاه اعلام کرده بود که بایدن حق نداره در مورد دادگاه و افرادی که در دادگاه هستن، چه متهمین چه شکات چه نمیدونم شهود و چه کارکنان دادگاه از نظر کنه. امروز به خاطری که این حکم رو شکست، $10,000 جریمه کردن. خب تلویزیون سی ان ان داره خودشو تیکه پاره میکنه، البته خودشون هم میگن اصلا $10,000 پول تو جیب ترامپ هم نیست، چیزی نیست، ولی خب جنبه اعتباری داره. اینجا ببینید مثلا یک روز زندان هم به کسی بدن جنبه حیثیتی داره. خب خیلی سر صدا میکردن از اون ور و بعد تلاش میکردن که انتخاب CNN تلاش میکرد که انتخاب رئیس مجلس رو بی اهمیت جلوه بده یا بیاد اعلام کنه که رئیس مجلس به نوعی دچار تناقض است. درست هم میگن. ببینید بر اساس قانون اساسی آمریکا اگر برای رئیس جمهوری که مستقر است اتفاقی بیفته، معاونش به صورت اوتوماتیک میشه رئیس جمهور. به همین جهت هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر کس که کاندیدا هست یا حزب باید معاونش رو معرفی کنه که در واقع مردم پیشاپیش به این طرف رأی دادن، با علم به این که اگر اتفاقی برای رئیس جمهور بیفته، چه استیضاح بشه، چه فوت کنه، چه ترور بشه، نه چه خودش استعفا بده، هر چی بشه، اون معاون میاد میشه جانشینش. حالا اگر اتفاقی برای رئیس جمهور و معاونش بیفته، رئیس مجلس نمایندگان یا همین اسپیکر مجلس میشه رئیس جمهور. به همین جهت سومین فرد قدرتمند آمریکاست، در بعضی جهات هم شاید حتی بعضی جاها میگن دومین فرد قدرتمند، به خاطر حالا قدرتی که در پارلمان هم داره، در کنگره هم داره. یکی از چیزایی که امروز CNN تبلیغ میکرد گفتش که این آقا که انتخابات ریاست جمهور رو به رسمیت نشناخته و عملا بایدن رو رئیس جمهور مشروع نمیدونه، حالا داره در جایگاهش هست که اگر بایدن نبود خودش بره جاش، یعنی بره جای رئیس جمهور غیر قانونی بشینه. از اون بر فاکس نیوز که طرفدار اینهاست خیلی با شدت اظهار خوشحالی میکرد، یا در مورد هم بحث دادگاه ترامپ کاملا متفاوته.
روزنامه هم همینطوره، روزنامه نیویورک تایمز به یکیشون متمایل، واشنگتن پست به یکی دیگه. تحلیل هایی که حالا این چیزی که در مورد آموزش 500 نفر از نیروهای حماس در ایران مطرح شده، اینو ظاهرا وال استریت ژورنال نوشته. اینها بعضن ببین معمولا خبرهایی که می نویسن یک جنبه ای از حقیقت داره، ولی همیشه شما در اخباری که رسانه های آمریکا میدن، مگر اخبار اجماعی که به اون مثلا در مورد چیز همشون یکسان صحبت میکنن، همیشه یک نوع گرایش سیاسی ببینید. و اینکه حالا مثلا میتونه در راستای این باشه که بگن آقا بایدن که داره با جمهوری اسلامی مدارا میکنه، لاس میزنه، مصاحبه میکنه، این همین جمهوری اسلامی که 500 تا تروریست رو در خاک خودش پرورش داده برای حمله به اسرائیل. میخوام ببین، نمیگم نه، ولی همیشه در عنایت کنید در رسانه های آمریکایی، همیشه میگم مثلا نیویورک تایمز بیشتر ظاهرا به دموکرات ها نزدیک، واشنگتن پست برعکس. یعنی حالا وال استریت ژورنال احتمالاً باید به جمهوری خواه نزدیک باشه که این رو داره علم میکنه علیه بایدن در واقع، چون سی ان ان تلاش میکنه که کاملا مشخصه، تلاش میکنه که سیاست های بایدن در مورد جمهوری اسلامی رو حداقل یه مقداری از زهرش بگیره، این مخالفتایی که وجود داره. برعکسش فاکس نیوز تلاش میکنه خیلی بزرگ نمایی کنه و اینها رو نشون دهنده ضعف بایدن بگه. اینو از جد گفتم که همیشه شما وقتی که از یک رسانه آمریکایی یه چیزی میشنوید یا میخونید، فرض این که حالا یک دعوای سیاسی داخلی هم در شد داخل آمریکا هم در نظر بگیرید، اما اینکه تکذیب نمیشه کرد که حتما جمهوری اسلامی نقش داشته، حالا اینکه رفتن اونجا آموزش دارن یا آوردن تو ایران آموزش دارن، من روش دیگه نمیدونم. ولی اینکه حالا گفته دقیقاً 500 تا نیرو در ایران آموزش دادن وال استریت ژورنال گفته، اینو من نمیدونم چقدرش واقعیت داره. اردش اتابکی، نه، اردوغان عاقل تر از این حرفاست که وارد جنگی بشه که هم هزینه زیاد داره و هم چون امروز هم گفته که ما با اسرائیل مشکلی نداریم، نمیخواد روابط رو به هم بزنه، اگرچه اسرائیل واکنش خیلی تندی نسبت به صحبت اردوغان داشته، ولی گفته خب ما نمیتونیم جنایت ها علیه مردم رو در نظر نگیریم. به گمانم دوستان عزیز بحث بر سر اینه که اردوغان اصلا کاراش خیلی کنترل شده است، خیلی کنترل شده است و وارد یک عرصه نمیشه که اون سرش ناپیداست و نمیشه پیش بینی کرد تاشو. بله عرفان عبادی فر 71، من عرض کردم آقای وحید جدی به عنوان نماینده وزن 73 کیلو برای جودو نابینایان در پاراسیای هانگوج رفته و یهو بینا از آب در اومده، یعنی ناظران و داوران شناساییش کردن و اخراجش کردن. خب آقای دکتر سروش هم نظرش گفته، آقای دکتر سروش گفته به اسرائیل گفته قاسبان قصاب یا اردوش گفته قاسبان قصاب یا قصابان قاسب، حالا گفتنشون دیگه. واقعا الان حال شعر از ایرج میرزاش فضاش نیستی، حالا یه موقع بهتر انشالله. بله چمران و بخشی از مبارزان 57 در لبنان آموزش دیدن، بعضشون آموزش دیده مکتب، حالا متفاوت هم بودن، بعضشون آموزش دیده مکتب امام موسی سعد بودن که حداقل نگاه فقهیش و نگاه مذهبیش بسیار عاقلانه تر و قابل تحمل تر از بقیه همفکران و هملباسانش بوده. ولی در سازمان آزادبخش فلسطین، در گروه های، حتی بعضشون با دروزی های لبنان و گروه های مختلف لبنانی کار میکردن، آموزش دیدن، نزدیک بودن و اینو کسی نمیتونه تکذیب کنه. خود خامنه‌ای هم به شدت تحت تأثیر حداقل بخشی از اخوان المسلمین و سید قطب اینا هست، اینا رو نمیشه تکذیب کرد دوستان عزیز. عرفان عبادی فر که شعار نغزن اردن رو اولین بار اسرائیلی ها در سال 88 گفتن، حالا هر کس گفته. واقعیتش اینه که اگر یک آدم بی‌طرفی بشه نگاه کنه، اونقدری که حسین شریعت مداری به عنوان یک الگوی سخنگوی خامنه‌ای و خود خامنه‌ای به اسرائیل منفعت رسوندن، هیچ کس در ایران کار نتونسته بکنه. ببین در مورد تونل های چیز هم اینم بگم خیلی طولانی شد، تونل های غزه اگر بمباران کور بکنن، بله برحال این یک ظاهرا شبکه 300-400 کیلومتری، حتی من تا 500 کیلومتر زیر زمین هست، تونل های بسیار پیشرفته. بعضی جاش هم ظاهرا حالا یه جاهایش رو نشون دارم، یه جاهایش خیلی باریک و این هاست، ولی یه جاهایش خیلی هم مثل اسکای مترو ما خیلی شب باصفا و این هاست. ولی این حتما اگر کور
بمبارون بکنه اسرائیل، ممکنه تعداد از ورودی و خروجی این تونل ها هم از بین بره، اما این به شرط این که بخوان کار کنند. حتما شناسایش کار ساده ای نیست، اینها به هر حال اونا هم تو نبوده که خیلی بیگدار به آب بزنن، و همین الان اگه باز بخوان بزنن شاید حتی اگه اسرائیل شناسایی بکنه ناچارن خیلی از مناطق مسکونی رو بزنن، چون تونل ها که حتما یه دونه ورود و خروجی نداره. به هر حال کار ساده ای نیست و خیلی ما هم نباید مشوق این کار باشه، چون یه سری مردم بیگناه کشته میشن دیگه. این چیزی که از دوستان در مورد آقای زیدآبادی نوشته بود، به این اتفاقات الان با توییتی که از آقای زیدآبادی تحلیل کردید، من دارم نمید چی منظورت شد، منظور کنون توییت من یه اظهار نظری آقای زیدآبادی در مورد وجود آزادی بیشتر از تمام 36 سال گذشته در ایران صحبت کردشون و من این رو باش مخالفت کردم. اما الان اتفاقا مواضع زیدآبادی با اون کسی که در داخل کشوره و اصلا من مخفی نمیکنه یک گرایش نسبت به فلسطین داره، اتفاقا مواضعش به نظر مواضع معقولیه، یکی از بهترین پیشنهادات داده گفته که اگر واقعا میخوان مسئله حل شه حماس پاشو بکشه کنار، اگر واقعا دلش برای مردم فلسطین سوخته حماس پاشو بکشه کنار که بهانه اسرائیل از بین بره، و بابت همینم خیلی بهش فحش دادن در داخل کشور. همین رضا کسایی حتما اینطوره، به این معنی که حتی مکرون که رفته فرانسه تلاش کرده یک جوری عصبانیت مردم فلسطین رو کنترل کنه، یعنی به نوعی خود مخالفت خودشون رو با حمله به غیر نظامیان و کشتار بیمارستان اینها اعلام میکنن. بایدن هم از اول تلاش کرده در این زمینه یک طوری مثلا چهره بی‌طرف بگیره، حتی در داخل فلسطین که اسرائیل گرفت، زمینی که خیلی سفت از اسرائیل حمایت کرد، اما مرتب تذکر داد که نباید کاری بکنید که مردم بیگناه تحت تاثیر قرار بگیرن. این به نظرم خیلی ناشی از انسان دوستی نه مکرون نه بایدن، ولی به هر حال میفهمن که اگر بخوان غیر از این برخورد کنن عصبانیت ها علیه خودشون خیلی زیاد میکنن، به خصوص اینکه الان براشون این نگرانی وجود داره، حتی در داخل خود آمریکا عده زیادی با حالا یک نوع بی ملاحظگی دارن تظاهرات میکنن بدون ترس و اینها، برای اینا دلشون نمیخواد کشور اینطور آشوب بشه، نمیخوان وارد فازی بشن که مجبور شدید رو اخراج کنن، برای چهرهشون خیلی بده به عنوان دوره کشور دموکرات. و خب آقای امیر حسین با گاز بالاخره باید شناسایی کنن از کجا گاز بزنن، که چه میدونن ورودی و خروجی تونل ها کجاست، چون با گاز منظورم بوده. خب ممنونم دوستان عزیز، دیگه دوستان در مورد حجابش نوشته برای عزیز من رد شد. ببینید دان امرسون امری، اکثر دولت ها اظهار نظر کردن که موشک که بیمارستان خورده کار خود فلسطین ها بوده. من واقعا در موقعیتی نیستم که بخوام بگم کدوم درسته، الزامن حالا چون آمریکا و کانادا و انگلیس و فرانسه گفتن کار خود فلسطین ها بوده، الزامن حرف نمیشه گفت درسته حتما، اما یه چیز میتونم بفهمم، مطمئنن اون پروپاگاندایی که فلسطین ها برانداختن دروغه. یعنی ببینید من اینو چند بار تا حالا گفتم از دوستانم که خیلی طرفدار غزه و هستن، ازشون خواهش مگر هست برای منم بفرستن. ببینید از بمبارون های غزه فیلم های متعددی اومده بیرون، اکثر فیلم ها هم نشون میده که یه بیچاره زیر آوار دستش بیرونه، پاش بیرونه، نصف صورتش بیرونه، دارن تلاش میکنن در بیارن. من هنوز یک تصویر اینطوری از اون بیمارستان ندیدم، و اینکه اونا گفتن بیش از 500 نفر کشته شده، ساختمونی که نشون میدن این ساختمون اصلا تخریبی درش نیست، فقط در بیرونشه، این که تا حالا نشون دادن. به همین جهت من تصور میکنم که اصل قصه، حالا هر کس هم زده باشه، قطعا ادعایی که فلسطینی‌ها کردن که 500 نفر کشته شدن دروغه. ببینید دوستان حتی یک نفرم کشته شده باشه ظلم جنایته، من اصلا نمیخوام توجیه کنم بگم حالا چون کم شد اشکال نداره، من مثل خامنه‌ای نیستم که بگن که بگید که حالا فرض کنیم حماس یا فلسطینی‌ها غیر نظامی کشتن، مگه چند تا کشتن؟ این حیوانه که این حرفو میزنه. ولی اون چه مسلمه به نظر من حتی اگر اسرائیلی زده باشن یا فلسطینی هر کدوم زده باشن، یقینا آمار 500 کشته و 1500 زخمی دروغ بوده، اینو من با قاطعیت میگم. و خب از اون برم میگم براساس منطقی که امیر عبداللهی هم گفتش که منطقی نیست که
فلسطینی ها حمله کرده باشن به بیمارستان، اتفاقا به لحاظ منطقی اصلا منطقی نیست که اسرائیل زده باشه. چون من قبلا توضیح دادم اسرائیل در این جنگ دست بالای نظامی رو داشت، دست بالای سیاسی رو داشت و دست بالای تبلیغاتی هم داشت. تمام رسانه ها و حتی افکار عمومی در کل کشورهای مختلف به نفع اسرائیل بودن. با تصاویر و ادعاهایی که در مورد بیمارستان مطرح شد، دو تا زل از این سه زل رو از دست داد، یعنی دست بالای سیاسی رو از دست داد. بسیار از کشورهای مقداری ناچار شدن که حمایتشون از اسرائیل کم کنن. دست بالای تبلیغاتی هم حداقل برای چند روز از بین رفت. به همجد اصلا منطقی نبود که بگیم کار اسرائیل، اگه با نگاه منطقی. اما در جنگ که منطق خیلی حاکم نیست، ولی عرض میکنم هر کس هم زده باشه مطمئنا فلسطینی‌ها دروغ گفتن، گفتن 500 کشته و 1500 زخمی. این که نتانیاهو گفته برن تو پناهگاه، نتانیاهو گفته ما زمان حمله نظامی رو مشخص کردیم. البته قبول کردن که به توصیه آمریکا برای عقب انداختن، یعنی گفتن ما قبول کردیم توصیه آمریکا برای عقب انداختن حمله زمینی رو، ولی خب گفتن حمله زمینی و همزمان زمینی و هوایی دریایی انجام خواهد شد. منم همین نظر دارم آقای سیاسی یا خانم سیاسی که خودشون زدن، ولی به هر حال برای ما امکان ارزیابی و قضاوت قطعی وجود نداره. من تحلیل آقای ویسی ندیدم، ولی قبل از ایشون من خودم گفتم فضا به نظر میاد به طرف این داره میره که حداقل جناحی در ایران و جناحی در آمریکا دارن برای جنگ آماده میشن. در زمان جنگ ایران و عراق دوستان به اون معنا اصلا حماس اون موقع در اوج جنگ یا اوایل جنگ اصلا حماس بودن؟ حماس فکر کنم که یا بعد از جنگ یا اواخر جنگ درست شده، ولی گروه های فلسطینی به صورت عمومی که حالا حتما درشون الان طرفدار حماس هست، طرفدار صاف هست از دیگران، در جنگ حضور داشتن و اسیر شدن تعداد زیادیشون اینجا و با وساطت یاسر عرفات آزاد شدن. ممنونم دوستان، خیلی متشکر، باز ببخشید طولانی شد. ممنون از همراهیتون، الان بیش از 2200 نفر هستن و تا حالا 7000 خورده هم دیدن. ممنون از همراهیتون، ممنون از اینکه نکات مفید رو به من میگید و ذهن من فعالتر میکنید. اگر اشتباهی دارم اصلاحش میکنم. رضا صمدی عزیز، کل بیمارستان 300 تخت خوابیه چطوری 1500 زخمی داده؟ البته این پاسخ درست نیست، برای اینکه از اونجا به عنوان پناهگاه هم استفاده میشد. خیلی از افراد غیر مریض و غیر مجروح هم اونجا حضور داشتن، یعنی این اون چه مسلمه تعداد زیادی افراد اونجا حضور داشتن. ولی عرض میکنم در جاهای مختلف همین الان که نشون میدن ساختمانهای خراب شده نشون میدن، آوار رو نشون میدن. در مورد اون بیمارستان از داخل بیمارستان تا هنوز یک فیلم نشون ندادن که مردم زیر آوار باشن. ممنونم، همراهیتون رو قدر میشناسم و ممنون از لطفتون. و اگر مطالب رو قابل لایک میدونید لطفا لایک کنید. کامنت حداقل کلمه زبان انگلیسی، من واقعا کامنت ها رو همه رو تقریبا میخونم و حتما مطمئنم توقع از من ندارید که همه رو جواب بدیم. و سابسکرایب دوتا کانال رو فراموش نکنید. همین دیگه، شب و روزتون خوش.